در اوایل سالهای 1960 میلادی مهمان من دانشجوی انقلابی و فعال در دانشگاه پنجاب در پاکستان بود و در سازماندهی تظاهرات علیه دیکتاتوری نظامی در کشورش نقش فعالی داشت و به همین دلیل والدینش که خطر را بالای سرش می‌دیدند او را به بریتانیا فرستادند. در بریتانیا هم خیلی زود به چهره شناخته شده در تظاهرات دانشجویی که در مخالفت با جنگ ویتنام، اروپا و امریکا را فرا گرفته بود تبدیل شد. او را که حالا به 70 سالگی عمرش نزدیک می‌شود به عنوان نویسنده، ژورنالیست، مورخ، مستندساز و نمایشنامه نویس می‌شناسند. ولی شهرت اصلی و جهانی او بیشتر به سبب فعالیت‌های بی‌وقفه او در تئوری و در عمل در طیف چپ مارکسیستی است. ولی آیا فعالیت بیش از 40 ساله او در این روند سیاسی دستاوردی هم داشته است؟ طارق علی، به برنامه به بار دیگر خوش آمدید. خوشحالم که اینجا. بگذارید با گذشته شما شروع کنیم. پدر و مادر شما هر دو از خانواده فئودال بودند. پدر بزرگ مادری شما درست پیش از استقلال پاکستان نخست وزیر ایالت پنجاب بود. ولی پدر و مادر شما از آداب و سنن و پیشینه فئودالیشون بریدند و به قول مارکسیستا به طبقه اجتماعیشون خیانت کردند. چرا؟ Terminology, they betrayed their class. Why? Well, they were growing up in a period when the most important struggle. اونها در دوره‌ای رشد کردند که در هند مهمترین مسئله مبارزه با امپریالیسم بریتانیا بود. بریتانیا بر هند حاکم بود و 150 سال بود که این کشور را اشغال کرده بود. پدر من در جنبش دانشجویی ضد امپریالیسم فعالیت زیادی داشت و به همین خاطر به دست پدرزن آیندهش بازداشت شد. البته اونها با هم نسبت خانوادگی هم داشتند. مادرم هم وضعیت مشابهی داشت. اونها از گذشته خودشون بریده بودند. البته روابط شخصی دوستانشون رو با خیلی از اعضای خانواده حفظ کردند. اما همیشه به اونها به چشم غیر خودی هایی نگاه می شد که خانواده رو رها کردند. به نوعی هم درست بود. اونها اون سبک زندگی رو غیر قابل قبول می دونستند. پدرم همیشه می گفت که فئودالیسم و زندگی اشراف و زمیندارا دنیای پوچ و بی‌محتواییه. پدرم خیلی خوشحال بود که ما تو اون فضا بزرگ نشدیم. پدر و مادرم معتقد بودند با کمونیسم میشه جهان رو به جای بهتری تبدیل کرد. اونا عضو حزب کمونیست شدن چون فکر میکردند که این بهترین روش برای کمک به فقرا است و در بیشتر عمرشون هم کمونیست باقی موندن. در فضایی که من در اون بزرگ شدم، در یک طرف خانواده و پیوندهای خانوادگی قرار داشت که هیچ وقت قطع نشد و در طرف دیگه هم کسایی که به خونه ما رفت آمد داشتن، شاعرهای ساختارشکن، رهبران اتحادیه‌های کارگری، دهقانها، نقاشها و هنرمندان. و من این بخش از فضای خونمون رو خیلی دوست داشتم. ولی پدر مادر شما فقط از فئودالیسم و پیشینه اشرافیشون نبریدن. اونها اعتقاد به خدا را هم کنار گذاشتند و کمونیست شدند. در اون موقع چنین کاری تا چه حد نامتعارف بود؟ خیلی کار رایج نبود، اما اونقدرام غریب نبود. یعنی رفتارشون در اون جامعه و در اون روزگار قابل قبول بود؟ بله، در جامعه اون روزا قابل قبول بود. فکر میکنم اگه خیلی از کشورهای منطقه در اون زمان رو در نظر بگیرید، مثلا توی ایران، افرادی با پیشینه های مشابه میبینید که دیدگاه های خیلی رادیکالی داشتن و به نتیجه بخش بودن این نوع برخورد امید بسته بودن. اونا سبکی از زندگی که با اون بزرگ شده بودن رو نمیپسندیدن. بی خدا بودن برای من کاملا عادی بود. من در دوران کودکی و نوجوانی در دهه 50 تو لاهور بزرگ شده بودم. وقتی به اون روزا فکر میکنم و میبینم که دور و برم 8-9 تا دوست نزدیک داشتم و هیچ کدوم از اونا حتی ذره‌ای به خدا ایمان نداشتن، هیچ کدوم. می‌بینم که این نوع نگاه پذیرفته شده بود.
به این موضوع و اینکه امروزه جوامع تا چه حد تغییر کردن برمیگردیم. مقایسه اون دوران با زمان حال خیلی سخته. ولی پیش از اون میخوام قضیه بیشتر درباره دوران زندگی شما در لاهور صحبت کنیم. شما به دانشگاه لاهور رفتید. ولی درستون رو نیمه کاره گذاشتین و پدر مادرتون شما رو به بریتانیا فرستادن. چرا؟ چرا این اتفاق افتاد؟ چرا اونجا درستون رو تموم نکردید؟ در اون زمان در پاکستان یه دیکتاتوری نظامی بر سر کار بود که به شدت طرفدار غرب بود و واشنگتن و لندن از اون حمایت میکردن. این حکومت هر نوع ایده مترقی رو به شدت سرکوب میکرد. یادم میاد که در سال 1961 وقتی پاتریس لومبا رهبر بزرگ کنگو به دست بلژیکی ها و آمریکایی ها کشته شد، ما خیلی عصبانی شدیم. این احساس خشم از اونجا ناشی می شد که آفریقای جدیدی در حال تولد بود. من تو محوطه دانشگاه یه میتینگ سیاسی برگزار کردم. در اونجا تصمیم گرفتیم که نمیشه در این باره بی حرکت بمونیم. البته برپایی هر گونه تظاهرات ممنوع بود، ولی ما نمیتونستیم بی حرکت بمونیم. در نتیجه چند صد نفر از ما از محوطه دانشگاه خارج شدیم و به سمت کنسولگری آمریکا رفتیم تا نسبت به قتل لومومبا اعتراض کنیم. در راه برگشت ناگهان یه نفر به طور خودجوش فریاد زد مرگ بر دیکتاتور. بقیه همین شعار رو تکرار کردن. روز بعد تظاهرات عظیمی با شرکت 20,000 نفر به راه افتاد. دولت نگران این اتفاق بود. دایی من که یکی از مقامات ارشد دستگاه اطلاعات نظامی بود، یه روز که من بیرون از خونه بودم، دایی اومد پیش پدر و مادرم و گفت پروندهش به این زخامته و تازه 19 سالشه. اگه همینطور ادامه بده باید باقی عمرش زندون باشه و اونو به خارج بفرستی. البته پدر و مادرم این موضوع رو به من نگفتن و اونها شما رو به بریتانیا فرستادن و در دهه 60 شما به عنوان جوانی انقلابی و پرشور به بریتانیا اومدید. و بریتانیا هم اون زمان شاهد انواع و اقسام تظاهرات ها بود. جنگ ویتنام در جریان بود و شما دوباره وارد این جریان ها شدید. من فکر میکنم خوششانس بودم که در اون زمان به بریتانیا و اروپا اومدم. در اون موقع اینجا دگرگونی های بزرگی در شرف وقوع بود. برای ما در اون زمان مهمترین رویداد جنگ ویتنام بود. آمریکایی ها در جنگ از سلاح‌های شیمیایی استفاده می‌کردند. از آسمون بمب بر سر ویتنامی‌ها می‌ریختند و میلیون‌ها ویتنامی را به قتل رسوندند. من به نمایندگی از برتران راسل و ژان پل سارت به ویتنام شمالی رفتم تا درباره جنایات جنگی تحقیق کنم. من بیشتر این فجایع را با چشمای خودم دیدم. و این مسئله تأثیر زیادی روی من گذاشت. در نتیجه من و خیلی های دیگه از همنستانم درگیر ایجاد و توسعه جنبش ضد جنگ در اروپا و آمریکا شدیم. این جنبش اهمیت فوق‌العاده‌ای داشت. من معتقدم این جنبش نقش مهمی در خاتمه جنگ ویتنام داشت. واقعا آیا جنگ ویتنام واقعا به خاطر مخالفت‌هایی که با اون شد تموم شد؟ نه فقط به این دلیل. ببینید، مهمترین عامل دلاوری ویتنامی ها بود. اونها از مبارزه دست نکشیدن و به جهان نشون دادن که بزرگترین قدرت جهان هم نمیتونه اونا رو شکست بده. در این حال تأثیر رویدادهای جنگ در آمریکا خیلی زیاد بود و باعث شکلگیری یک جنبش ضد جنگ شد. این جنبش به خود ارتش هم سرایت کرد. بعضی تفنگدارای دریایی و سربازای دیگه آمریکایی تو این تظاهرات ها شرکت میکردن. این اتفاقات ضربه خورد کننده‌ای برای ارتش آمریکا بود و ارتش در وضع بدی قرار گرفته بود. به همین خاطر هم فکر می‌کنم جنبش ضد جنگ نقش مهمی داشت. طی این دوره گرایش سیاسی شما به نوعی تغییر کرد و تروتسکیست شدید. میشه گفت که شما از ایدئولوژی پدر مادرتون هم بریدید. برای من دلیلش خیلی ساده بود. هضم اونچه در شوروی سابق میگذشت، حتی در دوره جوانی هم برام چندون آسون نبود. وقتی به آکسفورد رفتم، یکی از اولین کارهایی که کردم خوندن کتاب سه قسمتی آیزاک دویچر درباره تروتسکی بود. این کتاب ماهیت استالینیسم رو توضیح میده و شرح میده که
یک حکومت تک حزبی و پلیسی با ساختار اقتدارگرا چقدر با جهان مورد نظر مارکس و فلاسفه شبیه اون تفاوت و تنافر داره. برای من رادیکال و چپگرا موندن و انقلابی بودن در تروتسکیست بودن خلاصه می شد. چون تنها مکتب فکری بود که از استالینیسم به شدت انتقاد می کرد. در اون زمان هیچ فرد یا گروه دیگه این کار رو نمی کرد. ماویستا هم سرگرم حمله به خروشچف بودند چون در سال 1956 از استالین انتقاد کرده بود. همین رفتار ماویستا هم باعث شد که من از اونها فاصله بگیرم. بنابراین از 1968 تا 1980 تروتسکیست بودم. طارق علی، همونطور که گفتم شما از اوایل دهه 60 مشغول فعالیت بودید، همیشه در صحنه حضور داشتید و منتقد روندهای سیاسی حاکم در کشورهای غربی و به خصوص آمریکا بودید. رمان و نمایشنامه نوشتید، فیلم ساختید، همین کارها را با هدف این گفته مارکس کردید که میخوان جهان رو تغییر بدید. ولی آیا تونستید چیزی را عوض کنید؟ ببینید، با رمان نمیشه دنیا رو عوض کرد. رمان ها هیچ وقت دنیا رو تغییر نمیدن، هرچند که میتونن تأثیر داشته باشن. من هیچ وقت فکر نکردم که کتابا میتونن به تنهای جهان رو تغییر بدن. عامل تغییر جهان جنبش‌های اجتماعی و دیگرگونی‌های عظیم از پایین هستند. اینکه بعضی تغییرات مثبت بوده یا منفی جای بحث داره. اما به نظر من تنها راه ایجاد تغییر همینه. معلوم نیست رفتار و عملکرد فردی ما تأثیر چندانی داشته باشه، اما نهایتاً این مردم هستند که با پیوستن به هم و عامل جمعی تغییر را به وجود میارن. تاریخ جهان اینو نشون میده. به نظر من یکی از اتفاقات مهمی که نشون داد جنبش ها و حرکات توده مردم دیگه مثل گذشته نیست این بود که بعد از انقلاب مردم ایران علیه حکومت شاه، روحانیون زمام امور رو به دست گرفتن. سرعت عمل اونها در قبضه کردن انقلاب ما رو به فکر فرو میبره. ما به خودمون گفتیم در این که در ایران انقلابی رخ داده تردیدی نیست. اما این انقلاب اونی که ما میخواستیم یا به اون اعتقاد داشتیم نیست. از خودمون پرسیدیم این دیگه از کجا آمده؟ البته بعدها متوجه شدیم که این انقلاب در کجا ریشه داشته و فهمیدیم که سرنگونی حکومت مصدق در دهه 50 به دست آمریکا و بریتانیا چقدر برای ایران هزینه داشته. تاریخ به خوبی توضیح میده که خلاهای قدرت چطور ایجاد میشن و از دل خلاه چه نیروهایی بیرون میان. این روزها هم در جهان عرب شاهد همین اتفاق هستیم. خود انقلاب ها زیبا هستند، اما بعد نوبت به سیاست میرسه و اگه چپ ها ضعیف باشن بقیه احزاب قدرت رو به دست میگیرن. ولی قبول ندارید که چپگرایی بیش از هر زمان دیگه ای ضعیف شده؟ به وضع فعلی جهان نگاه کنید. نظام سرمایه‌داری ظاهرا با مشکل جدی برخورد کرده. بعضی ها معتقدند که حتی دچار بحران عمیقی شده. با این حال شاهد هیچ اقدام و ابتکاری از جانب نیروهای چپ نیستیم. اونا هیچ جایگزینی برای شرایط فعلی پیشنهاد نمی‌کنند. همین چند روز پیش حزب کمونیست فرانسه هم اعلام کرد که داسوت چکش را از نماد خودش حذف کرده. من فکر می‌کنم که سقوط اتحاد شوروی با وجود همه ایرادات و نقاط ضعفش در ضمیر توده ها این تصور رو ایجاد کرد که دیگه امیدی نیست. مردم هیچ وقت از شوروی خوششون نمی اومد. اما در خارج از این کشور میلیون ها نفر احساس می کردن که دست کم سنگ بنایی وجود داره که قابلیت اصلاح و تبدیل شدن به یک بدیل رو داره. اما وقتی این اتفاق نیفتاد، در سالهای 91 و 92 پیروزی سرمایه‌داری کامل شد. به نظر من تلاش ها برای ارائه بدیلی برای سرمایه داری شکست بسیار بزرگی خورد. و تنها منطقه جهان که بعد از اون شکست تا حدی خودش رو باز یافته آمریکای جنوبیه. ونزوئلا، بولیوی، اکوادور و به نوعی برزیل مسیری متفاوت از بقیه جهان در پیش گرفتن. اما اثرات این شکست در اروپا، آسیا و آفریقا بسیار عمیق بوده. شما کاملا درست میگین. سقوط بورس وال استریت در سال 2008 بحران اقتصادی فوق‌العاده عظیمی ایجاد کرد.
اما هیچ بدیلی پیشنهاد نشد. اگه بخوایم صادقانه حرف بزنیم، چپ دیگه وجود خارجی نداره. اما سوسیال دموکراسی کجا رفته؟ سوسیال دموکرات های سنتی اروپا باید به دنبال کنار گذاشتن سیستم نئولیبرال فعلی و انجام اصلاحات سوسیال دموکرات می رفتن. اما اونا چنین کاری نکردند. این وضعیت باعث خالی شدن دموکراسی از معنا و مفهومش شده، چون اگه احزاب چپ میانه و راست میانه در موضوعات سیاسی اساسی با هم عقیده باشن، پس تکلیف دموکراسی چی میشه؟ فکر نمی‌کنید این وضعیت ممکنه دو دلیل داشته باشه؟ اول اینکه نسل قدیمی فعالان چپ مثل شما نتونستن نسل بعد از خودشون رو پرورش بدن، و دوم این که ممکن اصلا ایدئولوژی چپ کاملا جذابیت خودش را دست داده. منظورم اینه که دیگه کهنه شده و نشون داده که در عمل قابل پیاده شدن نیست و فقط یه رویاست. ببینید، سرمایه داری به عنوان یک نظام اقتصادی و اجتماعی در دو سه قرن گذشته حدود 15-16 بار شکست خورده. سوسیالیسم یک بار شکست خورده. مرتباً به سرمایه‌داری فرصت‌های بیشتر و بیشتر داده میشه، اما سوسیالیسم رو تکفیر میکنن. حتی نباید بهش نزدیک شد، اسمشو نیاریم. به همین خاطره که میگیم در آمریکای جنوبی این ایده به چالش کشیده شده. تا حدی هم موثر بوده. علت محبوبیت چاوز و بعضی دیگه از رهبرای آمریکای جنوبی همینه. ولی حتی در امریکای جنوبی هم مثلا همین چاوز که از اون نام بردید، اونها با نیروهای دیگه‌ای که خود رو ضد امپریالیسم میخونن متحد شدن. ولی میشه دید که یک جای قضیه میلنگه. مثلا یکی از سرسخت‌ترین متحدان چاوز آقای احمدی نژاده، ولی میبینیم که در ایران سرنوشت بیشتر فعالان سیاسی به خصوص چپگراها و کسانی که دیدگاهاشون نزدیک به آقای چاوز یا اعدام شدن یا اینکه در زندونن. چطور میشه این تناقض رو توضیح داد؟ آیا این سیاست درستیه؟ توضیحش ساده است. دو وجه داره. در وجه داخلی، قانون اساسی جدید ونزوئلا احتمالاً دموکراتیک ترین قانون اساسی موجود در جهانه. حکومت ونزوئلا قدم‌های بزرگی برای کمک به فقرا برداشته. البته همه مشکلات اونا رو حل نکرده، اما کارهای زیادی انجام داده. برای همینه که چندین بار متوالی در انتخابات برنده شده. در زمینه سیاست خارجی، موضع ونزوئلا حمایت از حکومت‌هایی بوده که آمریکایی‌ها سعی در سرنگونیشون داشتن. این اساسی‌ترین اصل سیاست خارجی اوناست. اگر حکومتی در مقابل ملتش قرار گرفته باشه، این سیاست درست نیست. اما اگر آمریکایی‌ها سعی داشته باشن حکومتی رو سرنگون کنن، من با اون مخالفم. اونا در 50-60 سال گذشته به اندازه کافی در جهان فضاحت بار آوردن. ایران هم یه مثالش. اما وقتی مردم کشوری با حکومتشون مخالفن، به نظر من باید از مردم حمایت کرد. البته منافع حکومت ونزوئلا چیز دیگه ای رو ایجاب میکنه، چون اونا منزوی شده بودن و آمریکا چندین بار تلاش کرد چاوز سرنگون کنه. این مسئله باعث شد که اونها با حکومت‌هایی که در وضعیت مشابهی قرار دارن احساس همدلی کنن. و حاکمای ونزوئلا اطلاع چندان درستی از اون چه در داخل این کشورها میگذره ندارن. من چندین بار به ونزوئلا رفتم و این مسئله را علناً در تلویزیون، رادیو و مطبوعات این کشور مطرح کردم و گفتم که موضعشون در قبال برخی تحولات جهان عرب و ایران درست نبوده. اما در این حال باید درباره فشارهای آمریکا بر ایران و سایر کشورها و ریاکاریهای آمریکا هم صحبت بشه. حقوق بشر در ایران مسئله سازه، اما در عربستان سعودی نه. حقوق بشر در سوریه مشکله، اما در بحرین نه. حمایت آمریکا از همه این دیکتاتورها باعث میشه که ابراز عشق و علاقه آمریکا به حقوق بشر چندان قانع کننده نباشه. البته مردم ایران به جز اقلیت کوچکی در دام این ایده که آمریکایی ها برای آزاد کردن اونها میان نیفتادن. چنین تفکری احمقانه است، چون فرهنگ سیاسی ایران با جهان عرب تفاوت زیادی داره. این تفاوت همیشه وجود داشته. آشفتگی و کشمکش موجود در فرهنگ ایران رو گاهی میشه در فیلم‌های ایرانی دید. اما بگذارید درباره مسئله هسته‌ای ایران صریح صحبت کنم.
اسرائیل سلاح اتمی داره اما هیچ وقت درباره اون حرف نزده. از میان کشورهای دیگه منطقه پاکستان سلاح اتمی داره، علاوه بر اون هند و چین هم سلاح اتمی دارن و زیردریایی‌های اتمی آمریکا در اطراف خلیج فارس پرسه میزنن. صرف نظر از اینکه چه دولتی بر ایران حکومت میکنه، سوال اینه که بر مبنای چه قانونی گفته میشه که ایران حق دسترسی به این سلاح‌ها رو نداره؟ شما به ایران اشاره کردید، ولی وقتی فراتر از ایران به کل جهان اسلام نگاه میکنیم نشانه هایی از واپسگرایی میبینیم. پیشتر گفتید که در جوانی، زمانی که در لاهور زندگی میکردید، منکر وجود خدا بودید و باورهای شما مورد احترام دیگران بود. دوستانتون هم مثل شما بودن، ولی کسی مزاحمتون نمیشد. ولی امروزه در جوامع اسلامی با کوچکترین انتقادی از رهبران مذهبی یا دین اسلام جونتون به خطر میفته. مدارا و تساهل از بین رفته و در حال عقبگرده. آیا فکر میکنید این مسئله به انقلاب ایران و رهبری و روحانیون اون مربوط میشه؟ آیا این انقلاب ایران بود که باعث رشد اسلامگرایی افراطی شد؟ به نظر من اون چه اتفاق افتاده اینه که در این منطقه خلأ ایجاد شده. در جهان عرب ملی‌گرایی شکست خورد. ملی‌گرایی سکولار عربی از نظر نظامی از اسرائیل که از طرف غرب حمایت می‌شد شکست خورد. چپگرایان هم نابود شدند. اونم به دست رژیم‌های بعثی که از پشتیبانی آمریکا برخوردار بودند. بعد نوبت به انقلاب ایران رسید. هم روس‌ها و هم چینی‌ها مجید شاه رو می‌گفتند و با اون روابط خوبی داشتند. به همین خاطر چپ سنتی و حزب توده بخش زیادی از اعتبار خودشون از دست دادن و در خلأ ناشی از اون روحانیون اهمیت پیدا کردن، چون روحانیت تنها دری بود که اجازه پیدا کرده بود باز بمونه. این حرف در مورد ایران صحیحه، ولی سوال من اینه که آیا انقلاب ایران باعث اوج گرفتن اسلامگرایی افراطی شد؟ تا حدی بله. فکر نمی کنم در این مورد تردیدی وجود داشته باشه. موفقیت روحانیون ایران باعث شد خیلی ها در نقاط دیگه جهان، چه شیعه چه سنی که در اون زمان موضوعیت نداشت، باعث شد بگن که اگر اونا تونستن ما هم میتونیم. خیلی از مردم با خودشون گفتن هر کس که بر سر کار اومده ما رو ناامید کرده. توسل به دین تنها راه اعاده بخشی از حیثیتمونه. در نتیجه مذهب با نوع ملی‌گرایی پیوند خورد. شما در سال 1989 همراه با هوارد برنتون نمایشنامه‌ای به نام شب‌های ایرانی نوشتید که در تئاتر رویال کورت لندن اجرا شد. در اون دوره چی می‌خواستید بگید؟ اون نمایش بعد از فتوای قتل سلمان رشدی ساخته شد. سلمان رشدی از اون موقع تا به حال خیلی فرق کرده. در اون موقع اون آدم دیگه ای بود و ما موظف بودیم از اون دفاع کنیم. گویا آیت الله خمینی داشته اخبار رو تماشا می‌کرده و صحنه‌هایی از اعتراض اسلام‌گراها علیه کتاب رشدی رو دیده و پرسیده این مؤمنین بر سر چی با هم دعوا می‌کنن؟ و یه نفر به اون گفته این مرد کتابی نوشته و در اون به پیامبر اکرم توهین کرده. او همون فتوا رو صادر کرده. البته این موضوع به اختلاف بین روحانیون ایرانی هم ربط داشته و این اقدام قرار بوده نوعی رفتار مبارزه جویانه باشه. در همین بریتانیا کتاب‌های رشدی رو در برادفورد و محل جماعت اسلامی سوزوندن. ضمناً یکی از کسانی که در این قضیه دست داشت به نام اقبال ساکرانی، مثل خود سلمان رشدی، از دولت بلر نشان شوالیه گرفت و حالا اون رو سر اقبال سکرانی صدا می زنن. برای رعایت عدالت به هر دوشون لقب شوالیه دادن. مردم ترسیده بودن. من همون موقع گفتم اکثر مسلمانای دنیا از اینجور چیزها خوششون نمیاد. حمله به کتابها، صدور فتواها و غیره. لطفاً فکر نکنید که این حرکات نمایانگر عقیده عده زیادی اهم از مذهبی یا غیر مذهبیه. در نتیجه من و هاوارد برنتون تصمیم گرفتیم نمایشنامه‌ای بنویسیم و این کار رو چند هفته بعد از صدور فتوا انجام دادیم. هدف ما نشون دادن بی‌معنا بودن کل قضیه بود. قالب نمایشنامه ما تنز بود و سالن هر شب کاملا پر میشد.
بله یادم میاد. سال آخر من اینه که همطور که گفتیم شما در بیشتر عمرتان چپگرا و به نوعی مشغول مبارزه بودید. آیا از دستاوردهایتان راضی هستید؟ آیا فکر نمی کنید که اگر بیشتر در جنبش سوسیال دموکراسی فعال بودید، مثلا در حزب کارگر، الان ممکنه وزیر بودید؟ بله، اما اون سرنوشت برای من از مرگ بدتر بود. داشتن یک زندگی صادقانه به همکاری با این آدم‌ها شرف داره. نگاه کنید چه بر سر سوسیال دموکراسی اومده. واقعا فاجعه باره. کافی حزب کارگر امروز با اون چه در گذشته بود مقایسه کنید. در این کشور همیشه حدود 50 تا 60 نماینده مجلس خود رو سوسیالیست چپی به حساب می آوردن. اما امروز تعدادشون 5-6 نفر بیشتر نیست. میشه همشون رو اسم برد، جان مکدونالد، جرمی کوربین و دو سه نفر دیگه. همین. از نظر من حزب کارگر از نظر ترکیب اجتماعی نمایندگانش در پارلمان تفاوتی با حزب محافظه‌کار نداره. نماینده های دو حزب خیلی شبیه به هم هستن. در این حال چپگرایی هم مرده. در داخل اتحادیه کسانی هستن که سعی دارن نیروها رو سازماندهی کنن، اما خیلی تنها هستن. اینطور نیست که تفکر چپ کاملا مرده باشه، ولی فرهنگ سیاسی حاکم هیچ فضایی براش باقی نمیگذاره. من شخصا از کارهام راضیم. من کتاب می‌نویسم، نقد می‌کنم، دور دنیا سفر می‌کنم، مرتبا به آمریکا میرم و درباره سیاست‌هاشون در جهان با اونا بحث می‌کنم. اما من فقط به عنوان یک فرد حرف می‌زنم. به جز در برخی نقاط معدود وضعیت جهان مطلوب نیست. در حال حاضر در جهان عرب شاهد تحولاتی هستیم که چندان امیدوار کننده نیستن. طارق علی، خیلی ممنونم که مهمان برنامه بیاوردید. متشکرم.